سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی، شما ما رو دارین از کانال کریپتو فاندر در یوتیوب تماشا میکنید. امیدوارم تا اینجای برنامه لذت برده باشین. مطابق معمول سمت راست صفحه پایین تصویر شما لیستی از تمام شبکه‌های اجتماعی که ما در اون حضور داریم و مشاهده میکنید. ویدیوهای ما در کانال آپارات و کانال یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه. بقیه شبکه‌های اجتماعی هم اطلاعات و اخبار مربوط به کریپتوکارنسی رو منتشر میکنیم. توی این ویدیو قصد داریم در مورد تفاوت‌های بین ICO و VC یا همون ونچر کپیتال، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه صحبت بکنیم. اگر علاقمند به حوزه سرمایه‌گذاری در ICO هستین، پیشنهاد می‌کنم که حتما این ویدیو رو تا انتها مشاهده بکنید. این ویدیو در قالب مجموعه ویدیوهای تفاوت ICO با سایر ابزارهای مالی تهیه شده و مجموعه کاملی در این خصوص برای شما تهیه کردیم که امیدوارم مثمر ثمر واقع بشه. خب بریم جلو. مطابق همیشه ما یه تاریخچه‌ای و دلیل توسعه‌ای از این ابزارهای مالی رو خدمتون ارائه میکنیم. ونچر کپیتال خیلی تاریخش قدیمی تر از ICO هست و یه ابزاریه برای طرحهایی که هنوز نتونستن خودشونو به یه محصول کامل برسونن یا در مسیر توسعه هستن. احتمالا شما تفاوت‌های بین ونچر کپیتال و انکوباتور رو دقیق میدونید. من نمیخوام در اینجا به اون موارد بپردازم، اما دقت کرده باشین همه این ابزارها اومدن مشکلات ابزار مالی قبلی رو رفع کردن یا یه قابلیت ویژه‌ای رو بهش اضافه کردن تا سرمایه‌گذاری جدیدی برای استفاده از اون رو بتونن جذب بکنن. خب ونچر کپیتال همونطور که از اسمش مشخصه، نوع رویکردش به طرح متفاوته نسبت به ICO. خب این باعث شد که یه سری مشکلاتی که ما توی تأمین مالی از IPO داشتیم و توی ونچر کپیتال رفع بکنیم. اگر ویدیوی تفاوت ICO با IPO رو ندیدین، پیشنهاد میکنم که حتما اونم توی برنامه آموزشی خودتون بذارین. سمت راست بالا براتون کاردش میکنم که بتونین ازش استفاده کنین. و خب پس یه جاهایی که ما به بنبست میرسیم توی تأمین مالی، میریم سراغ یه ابزار جدید خلق میکنیم که بتونیم سرمایه گذارا رو به استفاده از اون ترغیب بکنیم. در ادامه یه سری وبسایت مفید هم بهتون معرفی میکنم و بحث امنیت سرمایه گذاریه. حالا خیلی شاید شما جسته گریخته ویدیوهای ما رو دیده باشین. اگر ویدیوی ICO چیست رو ندیدین، اصلا پیشنهاد میکنم اول برین سراغ اون، یعنی مسیر آموزشی رو از ICO چیست شروع کنید. همین بالا براتون کاردش میکنم که بتونید استفاده بکنید. این ICO یه ابزار تأمین مالی بسیار قشنگ و جذاب تو حوزه کریپتوکارنسی بر بستر بلاکچین هست. خب هی رفته جلو، مشکلاتی برخورد کرده و هی خودشو به روز کرده، آپدیت کرده و محصولات جدیدی رو ارائه کرده. همونطور که مشاهده میکنید، مسیر آموزشی که ما طی کردیم مقایسه ICO با IPO بود، STO بود، IEO بود و ICCO و کراودفاندینگ، و الان داریم در خصوص ونچر کپیتال صحبت میکنیم. خب مخفف ها رو که با هم قبلا دیدیم، اینیشیال کوین آفرینگ به معنای ICO هست، عرضه اولیه سکه، و ونچر کپیتال معادل فارسی صندوق سرمایه گذاری جسورانه یا مخاطره پذیر. هر کدوم از این عبارت ها خب به هر حال مورد استفاده قرار میگیره. ما از همون VC استفاده میکنیم که یه مقداری توی ادبیات مالی جا افتاده تر هست. خب اما جریان ICO و ابزارهای جدید مالی به همین جاها ختم نمیشه. من پیشنهاد میکنم حتما شما تا انتها موضوع رو دنبال بکنید، مخصوصا ویدیوی ICCO رو حتما ببینید، چون بعد از اون تازه یه دفعه با یه دنیای جدیدی از ابزارهای مالی که تو حوزه کریپتوکارنسی ازش استفاده میشه مواجه میشین. پیشنهاد میکنم حتما اون ویدیو رو ببینید. این بالا براتون کاردش میکنم. و نکته جالب اینجاست که این ابزارها هی داره توسعه پیدا میکنه و
دونستن اون برای سرمایه گذار اصلا از چه باب اهمیت داره؟ از اینکه شما دارین سرمایه‌تون وارد این حوزه میکنید، بدونید که تفاوت استی و آی پی کدومه، کدوم ریسکش بیشتره، کدوم ریسکش کمتره، کدوم بازه بالاتری داره. خب توی زبان فارسی ما این مسئله داریم، هر که بامش بیش برفش بیشتر، خب ریسک و ریواردی که شما میپذیرید طبیعیه. از یه جایی به بعد دیگه اون ریسک پذیری شماست که تعیین کننده اینه که تو کدوم برید. بله آی سی او از همه اینا ریسک سرمایه گذاری بالاتری داره، در این حال بازدهی خیلی بالاتری داره. اگر این آرآیی که مربوط به این بازدهی آی سی او بود توی ویدیو آی سی او چیست دیده باشین، میبینید که بازدهی چند ده هزار برابری. خب طبیعیه شما رفتی توی پروژه‌ای که ریسک بالاتری داره، خب به هر حال بازدهی بالاتری هم باید داشته باشید. خب بریم سراغ همین ونچر کپیتال ببینیم که تفاوتاش با آی سی او چیه. خدمات متنوعی نسبت به آی سی او میده، یعنی از خدمات تهیه طرح تجاری تا بازاریابی، چون اینا ونچر کپیتال ها سرمایه‌گذاراشون هم دارن دیگه، منابع مالی خوبی هم دارن، میتونن این وسطه به شما کمک بکنن که طرح تجاری که آماده میکنید و تکمیل میکنید طوری باشه که بتونید در نهایت اون طرح و ایده ای که حالا تبدیل به یه محصول نیمه ساخته شده و در نهایت میخواد به یه محصول بزرگتری تبدیل بشه رو به یه سرمایه‌گذار بزرگتری، یه کمپانی بزرگتری بفروشین. مثلا چه میدونم یه سایتی طراحی کردید در خصوص یه خدمه یا اپلیکیشنی دارین در خصوص خدمات مربوط به پیشبینی نوسان قیمت در بازار رمزارزها یا همین ارز دیجیتال، که ما اینو یه بار کامل صحبت کردیم، ویدیوشو کارد میکنم این بالا. من هی از رمز ارز استفاده میکنم، ولی خب به هر حال تو تگا مجبوریم از ارز دیجیتال استفاده کنیم، چون یه غلط مصطلحیه که جا افتاده. خب پس این خدمات متنوع اینا ما رو خیلی جلو میندازه. اگر در قالب این فردی باشیم که میخوایم طرحمون رو ببریم، یه کسی برای ما سرمایه گذاری بکنه یا سرمایه گذار جذب بکنه، ویسیه به من سرمایه پذیر داره خدمات بیشتری میده. نکته بعدی تجارت بین مصرف کننده نهایی در آی سی او و بی تو بی بودن ونچر کپیتال. بیزینس تو بیزینس بودن ونچر کپیتال عملا داره محصولی که آماده میکنه به یه سرمایه گذار با یه کمپانی دیگه ای میفروشه تا اینکه بیاد به کانسیومر یعنی مصرف کننده نهایی عرضه بکنه، در صورتی که در آی سی او اینجوری نیست. شما داری یه طیف وسیعی رو به عنوان سرمایه گذار میپذیریم، مثل کانسیومر یا کاستومر، که تفاوت اینا رو احتمالا شما میدونید، اگرم نه که تو گوگل بزنید اطلاعات کاملی در این خصوص میتونید پیدا بکنید. بحث ارزیابان و سرمایه گذاران حرفه‌ای‌تر تو ونچر کپیتاله. توی آی سی او خب هر کسی که یه اتریوم خریده باشه مبلغش رو به شما تخصیص بده یا روی این طرح بیاد روی این تر یا هر طرح دیگه بیا سرمایه گذاری بکنه، به عنوان یه سرمایه گذار شناخته میشه. چه آدم معمولی باشه که فقط یه میخواد سعی خطایی ببینه چه جوریه این داستان، یا اینکه نه یه آدم حرفه‌ای باشه، یه شخصیت حقوقی شرکت سرمایه گذاری باشه. اما توی ونچر کپیتال اینجوری نیست، فرد نمیتونه بیاد درگیر این مسئله شه، بلکه یه سازمان بزرگی، یه سازمان حقوقی سرمایه گذاری بزرگیه که میاد توی این حوزه فعالیت میکنه، که نمونه های این صندوق سرمایه گذاری جسورانه دیگه آدم یه خورده تونتون صحبت میکنه زبونش هم میپیچه به هم، صندوق سرمایه گذاری جسورانه توی ایران خیلی زیاده. این خیلی شاید مثلا اندازه انگشتان دو دست باشه، ولی خب به هر حال پیشنهاد میکنم که یه چرخی تو اینا بزنید. اهمیت داره دونستنش که تو چه طرحهایی دارن کار میکنن. اکثرشون وابسته به یه سازمان بزرگتر، یه بانک هستن. محدودیت تامین مالی در مرزهای جغرافیایی ونچر کپیتال نه تنها توی ایران، در سراسر دنیا حاکمه. ببینید شما اگر میخواین طرحتون در سراسر دنیا تامین مالی انجام بشه براش، اگر بری سمت ونچر کپیتال فقط محدود جغرافیایی قوانین مقررات مالی که توی اون کشور حاکم هست و میتونید براش تامین مالی انجام بدید، در صورتی که در خصوص آی سی او نیست. یکی از گیرایی که سک به حالا جلوتر با هم میبینیم این چی هست به آی سی او داده همین بوده که طرف خیلی راحت میتونست همه جای دنیا تامین مالی کنه. یه سری آدم بیاد حالا با کی وای سی، بدون کی وای سی بیان
احراز هویت بشوند، پولشون رو بیارن و از رشد اون سرمایه گذاری بهره مند بشه. این نقاط ابهامی که وجود داشته باعث شده که این سازمان بورس اوراق بهادار امریکا روی این مسئله حساس بشه. و اما شما در قالب کسی که دارین سرمایه پذیر هستین، توی ICO اگر یه اشتباهی انجام بدید یا حالا طرحتون به نتیجه نرسید، شما رو به عنوان یک کلاهبردار میشناسن. خیلی هم ساده بگم، خیلی راحت به عنوان یک اسکمر میشناسن و میری تو بلک لیست اکثر سایتایی که شما رو میتونن رنکینگ بکنن بابت انتخاب ICO تون. که پیشنهاد میکنم که ویدیوی که مربوط به این موضوع این بالا براتون کارت میکنم حتما ببینید، چون رنکینگ و معیارهای ارزیابی یه ICO برای ما اهمیت ویژه‌ای داره. اما توی ونچر کپیتال اینطوری نیست، ریسک شما شیر کردین با بقیه، اومدین به عنوان یه سرمایه گذار، سرمایه پذیر، عذرخواهی میکنم، اصلاح میکنم، سرمایه پذیر کسی که میخواد طرحشو ارائه بکنه، با یه مجموعه وارد مذاکره شدید، اونها هم دیدن یه ریسکی رو در نظر گرفتن، طرح رفته جلو به هر دلیل شکست خورده. این فقط شما دخیل نیستین بابت شکست پروژه، بلکه همه اون زنجیره ارزش که توی این ارزیابی دخیل بودن هم به عنوان شریک این سرمایه گذاری شناخته میشن و شما تو بلک لیستی نمیرید. خب پس این از سمت سرمایه پذیر بود. سرمایه گذار، بله شما اگه ICO شرکت بکنید احتمال داره کل پوله بره، ولی توی ونچر کپیتال اگر هم بره به هر حال نهادهای مختلفی وجود داره، بعضا هم میان بیمه میکنن طرح، و به هر حال اینجوری نیستش که خیلی راحت پول شما از بین بره. و نکته مهمتر، فرآیند سرعت طولانی تر در تامین مالی هست. در قسمت تأمین مالی تو حوزه ونچر کپیتال ما فرآیند طولانی تری رو داریم و سرعت پایین تری رو داریم، در صورتی که تو ICO اینجوری نیست، فرآیند کوتاهه. با یه وایت پیپر شما سریع تر میاد بالا، لیستش بکنید توی چند تا از این سایت ها مثل ICO بنچ، سریع میتونی طرحت رو معرفی بکنی، تأمین مالی تو انجام بدی، شروع کنی کار کردن. اما توی ونچر کپیتال داستان به این صورت نیست. خب اینا مجموعه تفاوت‌های بین ICO و ونچر کپیتال بود که دونستنش برای شما سرمایه‌گذار اهمیت داره، از این لحاظ که بدونی تو چه بازاری داری وارد میشی. اگر به عنوان شخصیت حقیقی داری این مسئله رو نگاه می‌کنی، خب بدیهیه که ICO در این مقایسه این دو موضوع برای شما جذاب‌تری. که من شخصا پیشنهاد می‌کنم ویدیوی مقایسه ICO با STO رو ببینید، این بالا براتون کارت می‌کنم. این ریسکش کمتر هست و خب قطعا شما میتونید بهتر عمل کنید. در به طریق اولا میتونید ICO در مقابل IEO رو هم ببینید که پیشنهاد میشه اون هم به عنوان یه گزینه مناسب برای سرمایه گذاری در نظر بگیرید. هرچند که تمام این موارد ریسک سرمایه گذاری بر عهده شخص سرمایه گذاره و ما فقط در قالب آموزش داریم مطالب شما منتقل میکنیم. همونطور که گفتم این سک اصلا چی هست؟ این سکیوریتی اکشن کامیونیتی یه سازمانیه، کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده است که اومده در خصوص استانداردهای مالی صحبت کرد. یه داستانی کلاهبرداری بزرگی در اکتبر 1929 توی امریکا توی بازار بورسش به وجود میاد، همون بحثای مانیپولیشن دستکاری در قیمت بوده. بعد یه دفعه به این فکر میافتن که خب اینطوری که نمیشه یه سری بیان به قول دوستان بورسی خودمون جک بزنن زیر بورس، زیر یه سم ببرنش بالا و اینکه اونجا خالی کنن رو سر ملت و بیان بیرون و هیچی به هیچی. خب نه، یه سازمانهایی برای حمایت از سرمایه گذارهای خرد باید بیاد جلو که این سک در سال 1929 که این اتفاق میفته شروع به کار میکنه و در نهایت در 1934 مجموعه قوانین مقرراتی رو تدوین میکنه. از این سک شما احتمالاً یک سری استانداردهایی رو دیده باشین در خصوص حسابرسی FASB و GAAP و IFRS، از استانداردهای معروفی هست. شما ببینید اگه سازمان یا شرکتی بخواد در سطح بین‌المللی تامین مالی انجام بده، گزارشش رو باید IFRS تهیه کنه. اگر نان IFRS باشه، یعنی بر اساس استانداردهای بین‌المللی نباشد، روی تامین مالی هم به مشکل میخوره. این تو در حوزه ICO IPO ما باهاش مواجه هستیم. ویدیوشو کارت میکنم این بالا، حتما ببینید. مفاهیم مهمیه اینا، دونستن این اصطلاحات فقط در قالب یک کار کتابخونه یا دو واحد
درسی دانشگاهی نیست، شما داریم سرمایه رو میاری اینجا، چشم بسته که نمیخوای این کار رو انجام بدی، باید یه آگاهی نسبت به مسئله داشته باشی. و جالب از همه این که جالبتر از همه این که سک در جولای 2017 اصلا اومد کلید کرد روی ICU ها، دید اینطوری که نمیشه، همینطوری شما داری تامین منابع مالی انجام میدی و اینکه پول مردم رو میبردن و این در سطح دنیا بود، خیلی هاش زدن رفتن هیچی به هیچی، یه تعدادی هم تونستن برگردونن. و خب این مسیر مسیر پر ریسکی هست، دونستن این ابزارها به شما کمک میکنه. من تاکید میکنم که حتما مجموع ویدیوهای ICU رو کامل ببینید اگر میخواین توی یه سطح سرمایه‌گذاری بالاتری، اگر میخواین برین سراغ ترید کردن و خرید و فروش مثلا این کریپتوکارنسی مثل بیت کوین و اتریوم و ریپل و غیره، ما ویدیوهای شبیه اینو تهیه کردیم، بالا براتون کارت میکنم، برید همون مسیر رو انجام بدید. اما توی این حوزه ریسکای زیادی رو برای شما متصور هستیم که با عشق و علاقه داریم براتون این ویدیوها رو تهیه میکنیم. خب ممنون که تا اینجا ما رو دنبال کردید. اگر کانال ما رو تا الان عضو نشدیم، پیشنهاد میکنم این دکمه سابسکرایب سمت راست پایین تصویر رو بزنید. الان این وسط تصویر هم لوگوی ما رو میبینید و براتون به اشتراک میذارم، به راحتی میتونید عضو بشین. دکمه زنگوله رو هم بزنید که آخرین ویدیویی که ما آپدیت میکنیم رو به راحتی و به سرعت دریافت بکنید و بتونید موضوعات رو دنبال کنید. دو تا ویدیو مرتبط با کانال هم که مورد استفاده با این مبحث قرار میگیره براتون به اشتراک میذارم، امیدوارم که لذت برده باشید. با لایک کردن کانال و این ویدیو و به اشتراک گذاشتن این ویدیو برای دوستاتون و در سایر شبکه‌های اجتماعی ما رو حمایت میکنید. امیدوارم که لذت برده باشین. خدا نگهدار.